منظورتون اینه که راجع به بحث کیفیت خواب، تغییر الگوی خواب منظورتون ایناست؟ خب ببینید، یه مسئله به طور کلی در به اصطلاح راجع به خواب در سایمنتولوژی در آینده باش برخورد میکنیم و اونم اینه که استفاده از خواب. خب تا حالا تلقی ما این بوده که روز باید بریم کار بکنیم، خسته بشیم، شب بخوابیم، خستگیمون رو درک کنیم، صبح دوباره بریم برای یه لقمه نونه تلاش و فلان اینا، دوباره شب خسته بشیم، دوباره بخوابیم، دوباره فردا صبح همینطوری. یعنی همه چیز در خدمت یه لقمه نونه باشه. ولی یه مسئله دیگه، ما روز میریم کار میکنیم برای تنازع بقا که شب سنسورهای به اصطلاح درک واقعیت، سنسورهای آستانه فیزیکی تعطیل باشه که ما سنسورهای آستانه فرازذهنی رون که اکتیو باشه بفرستیم به گوشه کنار هستی دریافت داشته باشیم. خواب اصله یا بیداری اصله؟ خب اینم یه حرفیه دیگه، حالا یه صحبتی داریم میکنیم. مقدمتاً اومدیم یه تستایی کردیم، مثلا ترم یک افرادی که وارد میشدن یه چیز رفرم سطحی در مورد مسئله خوابشون اتفاق افتاده که بتونه حالا فعلا علل حساب، چون خیلی ها مشکل خواب و اختلال خواب و اینا رو دارن. یا مثلا در سایمنتولوژی در دانشگاه 2000 خورده نفر که تو دو دوره شرکت کرده بودن در معرض این الگوی خواب قرار گرفتن، یه گزارشی هم به ما دادن. خب اینا گزارش ابتداییه و ثابت میکنه که خواب برای ما حداقل ثابت شده است. خواب پروگرامبل و قابل برنامه ریزیه. یک، دنیا علم اینو خواب رو قابل برنامه ریزی نمیدونه، تعریفاش کاملا متفاوته و تعریفای ما هم کاملا متفاوته. حالا بعدها اطلاعاتی که میاد و همین خیلی از این اطلاعات سوخت میشه و همون خدمتون حس کردم که اصلا به در واقع به یه چیز جدید، اطلاعات جدیدی برخورد میکنیم. مثلا یکیش همین هست. خب تعریف خواب، استفاده در خواب و تغییراتی که باید پیش بیاد ظرف مثلا یکی دو سه نسل. خب خواب که به عنوان یک سوم وقت تلف شده بشر به حساب میاد، حالا یواش یواش بیاد جزء وقتهای مفیدش. هدفمند معلومه دیگه، هدفمند یعنی مثل اینکه الان ما روزمون بیداریمون هدفمنده، درسته یا نه؟ یعنی میدونیم بلند میشیم میریم میبینم چی در صورتمون میشوریم، صبحونه مثلا میخوریم، بعد میریم سر کار، بعد ظاهرا هدفمنده. خب در مورد خواب میتونیم بگیم خواب ما هدفمنده؟ خواب ما یه هدف داره، میگیم برای رفع خستگی، درسته؟ چیز دیگری تا امروز براش پیدا نشده. حالا خواب اصله یا بیداری اصله؟ خب بستگی داره. اگر ما اومدیم رو زمین که دریافتای داشته باشیم به یه چیزایی برسیم اینا، خب این روز که همش داریم میدویم دنبال نون، پس که داریم میدویم دنبال خب فهمیدن، کی داریم میفهمیم چی؟ همش توی ترافیک فلان بساز بودو بیا گوشت مو تقمو فلان همین ماجرا. خب پس در واقع اگر اصل رو بذاریم بر اون، یعنی دریافت، فهمیدن، خواب اصل میشه. اگه اصل رو بذاریم برای اینکه بله بریم بیایم دام چیکار کنیم، خب و بحث اینه که به بچه‌هامون برسیم، به خون زندگیمون برسیم، یه تمیز کنیم، چیکار کنیم، یه بچینیم، بپاشیم، دام چیکار کنیم، خب در واقع اون موقع بیداری اصل میشه. خب حالا کدوم اصله؟ خب اگر بیایم برای انسان شر وظیفه اونچنینی بذاریم، درست شد؟ بعد شاید از کجا میدونیم یه روزی بفهمیم که مثلا فرض کن که تو را به خدا نگاه کنم، ما چی رو جای چی گرفته بودیم و
و این همه مثلا انسان دویده اومده بعد مثلا برای مثلا هیچی. قرون متمادی انسان وقتش صرفا پرداخته به تنازع بقا. البته تنازع بقا مثل من یه مثال میزنم، مثل یک زیردریایی. یه زیردریایی روی آب بودن براش اصلی یا زیر آب بودن؟ چه موقع میاد روی آب؟ زمانی که میخواد از کنم حالا به نوعی سوختگیری کنه، به نوعی نمیدونم اکسیژن هم کنه، به نوعی غذا و غیرونه هم کنه، میاد رو. خب یا هوایی این به زمانی که روی آبه براش وقت که چیز پرته، چون داره بارگیری میکنه، داره نمیدونم چیکار میکنه، بعد میره زیر آب. زیر آب مأموریتش شروع میشه. مأموریتش سوختگیری نیست، سوختگیری جزء مأموریت به حساب نمیاد. خب نمیدونم غذا و مایحتاجش و چیداش و بریزی اون تو جزء مأموریت به حساب نمیاد. اون زیر که داره عملیات انجام میده، تجسس میکنه، اون اصله. خب حالا ما مثل زیردریای میمونیم، یا به عبارت یک حالت ما مثل میتونه مثل زیردریای باشه. اگه ما اینجا برای تفحص و برای بررسی و تحقیق و کشف و اینا اومده باشیم، یه مسئله. اگه برای تنازع بقا اومده باشیم که به هر حال فرزندی باشه، نسل ادامه پیدا بکنه، ادامه چی باشه، بعدی میشه دکتر میشه، مهندس میشه، فلان میشه. خب همینی میشه که توش هستیم دیگه.